عرض کنم به خدمتتون که ما دوباره شروع کردیم به فضولی کردن و سرکشیدن به خونه اینمون. من مطمئنم که شما بدتون نمیاد و اما امروز سر میزنیم به خانواده 100% ایرانی. اسم این خانواده هست میهن پرست. با هم نگاه میکنیم ببینیم توی این خانواده 100% ایرانی میهن پرست چی میگذره. آخ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، خونه خراب شدیم. ببین خدا ما رو به چه روزی انداخت. خدایا 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 بله دیوونه شده مامه دلیل دیوونه شده. هرچی داشتیم نداشتیم از دستمون رفت، همه زندگیمون از بین رفت. رفت که رفت. آخه مرد مگه دیوونه شدی؟ همه جور صبح تا شب نشستی هی میگی رفت برد خورد به جهنم که رفت. بابا مگه اینایی که اومدن این تو نشستن مگه میشه اینا رو از جاشون تکون داد؟ مگه میشه اینا رو از جاشون تکون داد بیرونشون کرد؟ آقا هرچی داشتیم نداشتیم از بین رفت، همه رو اومدن گرفتن، از دست اون گرفتن. کشتی منو به خدا، دیوونم کردی. همینجوری نشسته بر از این حرفا میزنه. ببین به چه روزی انداختم ما رو. آخه بابا من میگم خانم جون، یه زندگی رو که در عرض 40 سال زحمت کشیده بودم، 40 سال پاش وایستاده بودم، خواسته برای خودم یه زندگی درست کرده بودم، با 1000 زحمت اومدن و خوردن و بردن دیگه. آقا همه چیز دود شد رفت هوا. چه زحمتی، خجالت هم خوب چیزیه به خدا. تو خجالت نمی‌کشی واقعا؟ آقا جون من اون ممر و لولو برد دیگه، همه چی تموم شد. این از مغزت بکن بنداز دور. آخه تو خجالت نمی‌کشی؟ مگه اینجا چشه که ما نشستیم داریم عشقمونو میکنیم؟ والله به خدا ام جی ام لاس وگاس اینجا میازه به صد تا اون متلقوی پر مگس. مامی بریم لاس وگاس، بریم لاس وگاس. آخه می پامیستیم لاس وگاس شیطان. اینم از اینا، اینم از اینا. نه اگه شما زده خفه نشینا میدم این بابای دیوونه احمق دون بخورتو کشتین من. میگم اون ساختمون 28 طبقهی که با 1000 زحمت درست کرده بودم، تمام عمرم رو گذاشته بودم روش، به اون زحمت به اون جا رسونده بودم، آقایون اومدن نشستن توش، تازه بین خودشم تقسیم کردم. آقا مگه من کم داشتم؟ کم زمین داشتم، کم ملک داشتم، کم دارایی داشتم؟ آقا همه رو اومدن بردن. آقا ماشینم، ماشین آخرین سیستمم که تو مملکت تک بود، اونم از دستم گرفتم. بابا جون عمو جمشیدم یه دونه از همون ماشینا داشت، همه فیروزم داشت. وای 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 وای، مگه دیگه میشه اینا رو از اونجا تکون داد؟ آخ آخ آخ، مملکت از بین رفت بابا، مملکت اصلا از بین رفت، از دست رفت. خود تو ببینم، تو فکر مملکتی یا پول و پلد که صبح تاشم نشستی فکر زحمتاتی؟ زحمت چه زحمتی؟ خانم جون فکر میکنی مملکت یعنی چی؟ مملکت اون چیزی که اون تو داری، وقتی اونو از دست رفت خب مملکتم رفته دیگه. آره. حالا فرقی نمیکنه نقشه شبیه گربه باشه یا شبیه موش باشه، مثل بنز من دیگه، بنز من هم اونجا بود دیگه. یه هم نشسته بودی، یه هم نشسته بودی تو ایران دنبال عش و کیف و عیاشی بودی، دزدی و گرگی هزار جور کارهای کثافت میکردی، پول در میآوردی، حالا اومدی اینجا. حالا فکرشو کردم میدونم چی کار کنم. اصلا میدونی چیه؟ یه فکر خوبی به سرم زده که یه کاری بکنیم که وضعمون برگرده مثل سابق باشه. مثل چی؟ میدونی چیه؟ میگم مگه ماها، همین ماها باعث نشدیم که مملکت از بین بره؟ آره. مگه ما نبودیم که یه کاری کردیم که خودمون به این بدبختی و بیچارگی بیافتیم؟ چرا؟ مگه ما با گره کردن مشتامو که بردیم هوا و هی گفتیم مرگ بر و زنده باد و مرگ بر و زنده باد، مملکت رو به این روز ننداختیم که بعدش هم پا شدیم اومدیم اینجا الان اینجا رو به این بدبختی رسیدیم؟ حالا مگه اینجا ناراضی نیستیم؟ مگه شکایت نداریم؟ مگه بدبختی نمیکشیم؟ خیلی خوب، من میگم الانم اینجا یه کاری بکنیم که اینجا همه ناراضی بشن، بیان از خونه هاشون بیرون، مشتا رو ببرن بالا، تا اینکه اینجا هم یه انقلابی بشه، بعدش برگردیم به مملکت خودمون. مثل همون سابق که همگی داد زدن استقلال آزادی. خاله جون قابل شما رو نداره، براتون شاهنامه گرفتم بخونم. قربونه دستت، چرا خجالتم دادی آخه؟ خیلی ممنون. من کوچیکه بودیم تو تهران برام میشستین شاهنامه میخوندین، گفتم براتون بگم. هنوز یادته؟ قربونت برم، آخه چرا خجالتم دادی؟ این کارا چیه میکنی؟ قابل شما نداره. برای چی گذاشتی رفتی اون سر دنیا؟ آدم دستش بهت نمیرسه. به خدا دلم واسهت یه ذره شده. منم همینطور خاله جون. اینجا هر کاری کردم نتونستم کار پیدا کنم. گفتم پاشم برم اونجا شاید یه کاری پیدا کنم. حالا توی شرکته چیکار میکنی؟
شرکت که نیست خاله جون، کارخونه شیشه سازیه. صبح ساعت 9 میرم تا ساعت 8 شب، 2 ساعت هم اضافه کار. شیشه رو میذاریم توی جعبه. بدبختیه خاله جون. بعد پدرشون لعنت. بذار یه چایی برات بریزم. زحمت نکش خاله. نه انقدر دلم واسه تنگ شده بود. منم همینطور. مامان همیشه حال شما رو میپرسه وقتی تلفن صحبت میکنه. خوبی کردی واقعا بلند شدی اومدی. مرسی. اصلا چه خبر؟ دیروز باهاشون صحبت کردم. با مامان سینا؟ بله. خب چی میگفتن؟ حرفای معمولی، ما خوبیم، نمیدونم نگران نباشین و یه مش دروغ و نمیدونم یه مشتم دروغ من بهشون تحویل دادم. خیلی ممنون. از اینی که این مرتیکه رو اعدامش کردن چیزی هم گفتن یا نه؟ کدوم مرتیکه؟ همین قطب‌زاده رو که اعدام کردن. نه حرفی که نزدن. اینقدر خوشحال شدم و ته دلم خنک شد. بعد پدرش لعنت چه کار خوبی کردن اینو اعدامش کردن. خب دیگه چی میگفتن؟ حرفی نمیزدن، همین همش نگران ما نباشه و نمیدونم وضع ما خوبه حرفای من. من که الان یه سه ماهی هست بهشون تلفن نکردم. سلام رسوندن. قربان تو. گفتم به خاله حتما. من از خواست خیلی سلام برسونم. سلام همه رو هر کی که میدونم مشتاق. والا نه پولشو دارم که تلفن کنم خاله. این آخ مصطفی هم که آسی شده بدبخت. الان چیکار میکنه؟ هیچ از این بعد از اون یک عمر تجارت تو بازارهای تهران، حالا بدبخت از این مغازه ها چه میدونم بقالی گروسمروسی از اینا. آره ولی الان خدا رو شکر کنیم برای اینکه وضع ایرانی اینجا واقعا خیلی بده. آره میدونم. با هر کس صحبت کردم اصلا ناراحت هم خاله، وضع همه خرابه، مردم بدبخت دارن با هزار دربدری و بدبختی اینجا زندگی میکنن. ولی خاله جون من که نمیذارم تو از اینجا بری. خاله جون مزاحمت نمیخوام بشم. قربونت برم. بلند شدی اومدی، بلند شدی اومدی، جات رو سر منه. انقدرم خوشحالم که این کارو کردی که خدا میدونه. مرسی. من میترسم آقا مصطفی وقت ناراحت بشه. این حرفا چیه خاله و خرزاده که این حرفا رو ندارم. من وقتی شنیدم که داری میای یا انگار دنیا رو به من دادن. انقدر خوشحالم کردی که حد نداره. انگار که الان مادرتو دارم جلو خودم میبینم. یادتون خونه سرچشممونو من و مادر آقا جونم اینا کنار حیاتمون عصر که میشد آب پاشی میکردیم، بچه ها میپریدن تو یادش بخیر، رو تختمون فرش مینداختیم و سماور رو بستنی اکبر مشتی و این چیزا میگرفتیم. عجب عشق میکردیم، چه روزگاری بود. خوش اون روزا خاله. رفتم خدا بیا روز مامان بزرگ همیشه میشست اونجا میگو بچه. آره آره الهی قربونت برم. یادت تو من که دلم واسه مامانت اینا یه ذره شده. خدا مرگم بده. بدبخته افتادن اون ور دنیا با اون همه گرفتاری. میبینی چه دنیایی درست کردن. هر وقتم تلفن میزنم خاله جو همیشه میگه نه ما خوبی ما نگران نیستیم. حرف نمیتونن بزنن. اگه میتونستن بگن الان جریان مردن این مرتیکر واسه گفته بودن. مگه تو ندیدی تلویزیون؟ خاله جان تلویزیون که تماشا تلویزیون ندارم که تماشا کنم. از وقتی که این این بساطا شده همش دلم واسه این مردم و به خدا در شوره. ببین این پدر مادرها اون ور دنیا افتادن بچه هاشون سرگردون و آواره این سر دنیا. آخرش که چی؟ آخرش چی میخواد بشه؟ دنیا داره همینجوری همینجوری نمیمونه. اینا همینطوری نمیمونه. اینا بالاخره میگذره. آره میدونم. خاله خونه تو گرفتی؟ خاله جون پول نداشتم پول اجاره خونه بدم دیگه نموندم. مگه دیگه کار نمیکنی؟ از کار بیرونم کردن خاله جان. چرا؟ ایرونی هم گرین کارت ندارم، یه بدبختی. رئیسم اصلا مثل این که ناراحت یا اون گروگانا رو گرفتم، هاستیجا رو گرفتم، یه بدبختی اصلا خاله جان. هیچ عیبی نداره خاله، مشکلت پیش خودم، قربونت برم خودم واسهت کار درست ولی میکنم. ولی خاله جون نیومدم اینجا مزاحمتتون بشم. من میترسم مصطفی یه وقت ناراحت. تو شدی عین مادرت، فقط نشستی صبح تا شب تعارف میکنی. خودم همه کاری واسهت میکنم، همینجا پیش خودم میمونی مثل تو... مامان من میمونی. من فقط شما رو دارم اینجا میدونم قربونت برم. تو عین پسر خودم، همینجا نگهت میدارم، پیش خودم میمونی، کارم پیدا میکنی، هیچ مسئله نیست، هیچ هم نگران هیچی نباش. همین امشب هم یک شیویت باقالایی با ماهیچه درست کردم. میدونم که خیلی وقته اصلا غذای ایرانی نخوردم. چای تو بخور خاله سر شد. میدونم که خیلی گشنته. الان میرم زنگ میزنم آقا مصطفی ببینم چرا نیومد. خاله جون من نمیخوام مزاحمتتون بشم. میتونم خدا چقدر تعارف میکنی این بچه. بشین چای تو بخور سر شد یخ کرد. مرسی خاله جون. مامانت گفتی که میای اینجا؟ دیروز که باهاشون صحبت کردم گفتم میرم خاله رو ببینم لس آنجلس. الان انقدر خوشحال میشم. خاله همینجا میمونی ببین چه کار واسه. مرسی خاله جان. زنگ بزنم آقا مصطفی. الو مصطفی تو هنوز اونجایی؟ پس کی میای؟ هیچی، حمید اومده خواهرزادم از ایندیاناپولیس. تفلکی رو از کار بیرونش کردن. از ایندیاناپولیس دیگه بابا.
آخه جز ما که کسی رو نداره. بهش گفتم پیشمون بمونه. بمونه تا کاری چیزی پیدا بکنه بعد. خواهرزاده‌مه چی بگم؟ خیلی ناراحته. غریب و بیکس افتاده. دلم میسوزه به خدا. خب چند روز بمونه چی میشه مگه؟ نخیر.